یک جا میشن و همون پیام به حالت درستش و به حالت واقعیش به طرف دریافت کننده پیام میرسن. این اصطلاح پکت سویچینگ و سرکت سویچینگ است. پس نظر به امی تعریفی که ما از پکت سویچینگ و سرکت سویچینگ داشتیم، میفهمیم که اینترنت چگونه کار میکنه، از کدام از اینها اینترنت کار میکنه، سرکت یا پکت. پس اینترنت به اساس پکت سویچینگ کار میکنه. خب DNS، DNS یا دومین نیم سیستم یک پروتکل است، یک استاندارد است در اینترنت و در کامیونیکیشن. به خاطر از اینکه نام به آدرس و آدرس به نام تبدیل بکنه. خب ضرورت به این چرا است؟ چرا ما باید از نام به آی پی و آی پی را به نام تبدیل کنیم؟ ما گفتیم که در اینترنت دو نوع آدرس است. این آدرس ها یا آدرس آی پی ورژن 4 است یا آی پی ورژن 6. و آی پی ورژن 4 و آی پی ورژن 6 اینا نمبر هستن. چی هستن؟ اعداد هستن. بیاد داشتن اعداد برای ما مشکل است که همیشه وقت مثلا اگر من حالا از شما پرسان کنم که چند وبسایت بر من نام بگیری، شاید هر کدامتان بتانید بیشتر از 10 وبسایت بیادتان داشته باشید، درست؟ که بیشتر از 10 وبسایت میگین که facebook.facebook، گوگل، توییتر، همه قسم پیش میره. 10 وبسایت حتمی از 10 بیشتر میفهمید. اما اگر امین نام نمی بود و عوض از این آدرس استفاده می شد، 192 168 15 192 172 مثلا 105 عبده 2، هر کدام از اینا آدرس هایشان رو باید می داشتید، آیا شما می تونستین که بیشتر از 10 وبسایت رو باید بگذارید؟ مشکل بود، درست؟ پس به مو خاطر در کامیونیکیشن نیاز به DNS وجود داشت که DNS وظیفه‌اش تبدیل کردن نام به آدرس و آدرس به نام است. وقتی شما نوشته میکنید که فیسبوک، اینمی نام آدرسش پیدا میکنه و پیام به آدرس روان میکنه. وقتی شما پس دوباره از فیسبوک کدام پیام دریافت میکنید، اونمو دریافت پیام از فیسبوک برای شما روان میکنه و دوباره آی پی را به ببخشید نام با آی پی تبدیل میشه وقتی پیام دوباره برگشت میشه. پس نام ها آسان تر است به اینکه به یاد سپرده شوند و به خاطر ما بمانند. خود DNS چی است؟ وقتی ما گفتیم دومین نیم سیستم یک استاندارد است، یک پروتکل است که همگی اونایی که در نتورک وصل میشن این استاندارد قبول داره. دیروز امی بحث استاندارد و RFC شد. انشالله امیدوارستم به همگی واضح باشد استاندارد چی است؟ چرا ما با استاندارد نیاز داریم؟ کسی میشه جواب بده چرا ما با استاندارد نیاز داریم؟ با خاطر که در جهان ما باید یک روش خاص نیاز داریم که همگی از پیروی کنه. اگر هر کس به یک روش خود پیش بره با وجود اینترنت اختلال بود. دقیقاً میار دیگه دولت میار است بل برابری شد. دقیقاً بخاطر که در لفظ جان استفاده عمومی از صورت گرفت. دقیق هدف از ساختن استاندارد همی است. وقتی اینترنت ما بحث میکنیم، در بحث اینترنت گورننس، اینترنت چند اینوریانت داره، چند مشخصه داره و این مشخصات اینترنت باید یک ارگانیزیشن از به نام ICANN، اینترنت سوسایتی. کار اینترنت سوسایتی است که اینمی متحولین یا اینوریانت های اینترنت ها باید نگهداری بکنن و نباید تغییر بخورن. یکی از این اینوریانت ها اکسسیبیلیتی است که همگی به اینترنت بتونه به شکل موازی دسترسی داشته باشه. اگر استاندارد وجود نمی داشت چی میشد؟ اگر ما استاندارد نمی داشتیم، مثلا شما یک شبکه از گوگل می داشتید، یک شبکه جداگانه از فیسبوک می داشتید، مثلا یک شبکه جداگانه از فیسبوک می داشتید که همه چیزش متفاوت بود. فیسبوک همه چیزش متفاوتتر از گوگل می بود، گوگل همه چیزش متفاوتتر از یک کمپانی دیگه می بود.
شما نیاز داشتین وقتی اگر میخواستین به فیسبوک وصل شوین شما نیاز به یک دیوایس علایده داشتین اگر میخواستین به گوگل وصل شوین شما مجبور بودین که دیوایس یا وسیله را تغییر بدین که شما به گوگل وصل شوین هر کمپانی و شرکت میتونست که امو استانداردهای خود آنچه که به خودش اقتصادی تر و خوبتر تمام میشد امور استفاده بکنه اما وقتی ما آمدیم در کل یک استاندارد ساختیم و همه گیره گفتیم باید شما امی استاندارد پیروی بکنیم آل گوگل، فیسبوک، توییتر و هر کسی دیگه که میخواید در شبکه اینترنت وصل شود یک استاندارد پیروی میکنن و ما وقتی میخواییم از او سرویسز و خدمات استفاده بکنیم نیاز به این نداریم که ما سرگردان شویم خب خود DNS یا دومین نیم سیستم یک دیتابیس شکل توزیعی دارد این دیتابیس دیستریبیوتد دیتابیس است که به نقاط مختلف جهان ای تقسیم شده و باعث میشه که هر زمان شما ریکوست روان میکنین یا نام یک وبسایت در وب براوزر نوشته میکنین وب براوزر همگی میفهمین چی است شما نوشته میکنین برای شما با آسان زودتر اما نام و آدرس تبدیل بکنه و قابلیت هایی که داره ای اسکیلبل است قابلیت توسعه را داره شما هر زمانی که مثلا شما فردا میرین یک کمپانی خودتان میسازین نام کمپانی تان میمونین 123.com و شما وقتی میرین اینمی نام را رجیستر میکنین شما دمی شبکه در امی دیستریبیوت دیتابیس DNS شما هم وصل میشه و نام شما هم بعد از اینکه شما رجیستر کردین هر کسی از هر نقطه جهان میتونه با همون 123.com شما را پیدا بکنه و مینتینبل است معلومات در داخل این سیستم طوری جاگزین شده که از بین نره نگهداریش مینتین کردن امی معلومات در داخل از این دیتابیس وظیفه یک ارگانی است به نام خب دیروز به فکرم یاد شدن نیم آورد صحبت شد به نام ICANN Internet Corporate for Assigned Names and Numbers نیم آورد بیشتر صحبت میکنیم در آخر خب و پرفارمنسش خوبتر است پرفارمنس اینمی Distributed Database نسبت به سایر سیستم هایی که شما در اینترنت دارید باید بالاتر و خوبتر باشه چرا؟ شما اگر پرفارمنس خوبتر نداشته باشه این دیتابیس وقتی شما امون نام نوشته میکنین در ویب براوزر وقت شما نباید ضایع شود شما نباید منتظر بانین که خوب باشی نام در یک دقیقه یا دو دقیقه به آدرس تبدیل شود و پس به شما در جوابتان بیاد این پرفارمنس بسیار بالا داره و خوب داره و دلایل این که چرا پرفارمنسش خوب است دلایل تکنیکی هم داره و همچنان در بعضی پالیسی هایی که برای خاطر نگهداری و پرفارمنس DNS جور شده و ریزایلنت است شما اگر کدام مشکل را در DNS جهانی یعنی در ای دیستریبیوتد سیستم اگر کدام مشکلی به وجود می آید پس این مشکل به بسیار آسانی می تانه حل شود چرا؟ به خاطر که نمونه های مختلف از این دیستریبیوتد سیستم به نکات مختلف جهان وجود دارد اگر یکی از نمونه هایش مثلا مشکل می داشته باشد خراب میشه نمونه دیگه میتونه او را مشکلش را به زودترین وقت حل بکنه خب نیم رزولوشن قبلا هم گفتیم که پروسس تعریف کردن نام به آدرس و آدرس به نام است وقتی شما نام نوشته میکنیم این نام باید به آدرس تبدیل شود به خاطر که گفتیم دیوایس ها نام نمیشناسه آدرس هم میشناسه و برای ما آدرس به حافظه سپردن آدرس مشکل است ما باید نام کار استفاده بکنیم اینمی نام با آدرس و آدرس به نام تبدیل میشه این کار وظیفه DNS است و این پروسس به نام نیم ریزولوشن میکنه خب آرکیتکچر خود امی DNS چگونه است چگونه DNS کار میکنه شما یک دیوایس دارین یک وسیله دارین وقتی از این دیوایس وسیله شما استفاده میکنین و یک وب پیج اکسس میکنین مثلا شما
example.com اکسس میکنید، شما یک ریزالور دارید، پیام شما اما وقتی شما نوشته میکنید example.com www.google.com اونمو پیام شما به یک سیستم در داخل خود کامپیوترتان به نام ریزالور است یا در داخل سیستمتان، این ریزالور پیام شما را میفرسته به ریکرسیو نیم سرور. وظیفه ریکرسیو نیم سروری است که برای شما آدرس چی را پیدا بکنه؟ آدرس همون نامی را که شما برش تایپ کردین آدرسش را پیدا بکنه. خب ریکرسیو نیم سرور این آدرس را به دیگه اتوریتیو نیم سرور روان میکنه و پس آدرسش به دست میاره، باز به اتوریتیو نیم سرور بعدی میره امو پیام، تا اینکه پس اینمی پیام دوباره به امو دیوایس میرسه. اینی آرکیتکچر است که شما DNS وقتی یک ویب پیج اکسس میکنید به این شکل کار میکنه. در اینجا ما شما نیم سرور داریم، ریزالور داریم و کش داریم که اینا رو در آخر در این سلاید ما بحث میکنیم و میگیم که چی است. استرکچر خود DNS چگونه است؟ شما مثلا یکی ما رود DNS سرور داریم، در رود خب این رود است و توسط چی نمایش داده میشه؟ نقطه یا دات. ما تاپ لول نودز داریم، مثلا دات کام، درست؟ چند تای دیگر شما میفهمید؟ دات کام، دات ای دی یو، درست؟ دات آر، دات ای اف، درست؟ اینا چی هستن؟ تاپ لول نودز هستن یا دات کافی. سیکند لیول دونیم یا سیکند لیول نودها هم داریم به نام مثلا بار دات کام، درست؟ و یا اگزمپل دات کام یا هر چیزی دیگه، یا مثلا گوگل دات کام، درست؟ یعنی دات کام خودش مختصر کامرشل است، درست؟ اگر شما وبسایت جور میکنین یا یک کمپانی میسازین که کمپانی تجارتی است، هدفتان بزنس است، شما باید دومین نیمتان چی بگیرین؟ دومین نیمتان به کجا راجستر کنین؟ به دات کام راجستر کنین یا به دات ایدیو؟ به دات کام باید راجستر کنین. این که چرا داخل اتمی وقت من رویش بحث میکنیم. و همچنان ترد لیول نودز داریم، مثلا mail.example.com یا اگر شما گوگل را براتون مثال بتون mail.google.com که این چی میشه؟ ترد لیول نود. این همی قسم، این استرکچر همی قسم تا پایانه به شکل شجره‌ای ادامه دار. خب حالا یک fully qualified domain name چی است؟ یک fully qualified domain name یا FQDN fully qualified domain name ای است که شما از پایین امی شجره را تا آخره داشته باشید. www.example.com و اینی دات آخر که گفتیم چی است؟ root. این در ریکوستی که شما نوشته میکنین هیچ وقتی در آخر شما دات نمیمونه، درست؟ شما وقتی در وی پیج www.facebook.com یا google.com نوشته میکنین در آخر .com شما هیچ وقتی یک دات دیگه نمیمونید. اما کسایی که اینجا از بخش تکنیکی هستن میفهمن، اگر شما باز امی پکیت ها ببینین، پکیت اصلی DNS ها ببینین که انتقال پیدا میکنه، امی دات اوجا وجود دار، امی داتی که مربوط به چی میشه گفتیم؟ مربوط به root میشه، این اوجا وجود دار. خب این fully qualified domain name بود. و ما هم زون ها داریم. زون چی است؟ شما یک root زون دارید اینجا، root level است و اما تمام معلوماتی که در خود root file یا دمو فایلی که در اونجا وجود داره، مثلا .com از .edu از .org است و هر چیز دیگه، او به همش در کجا ذخیره میشه؟ تمام اونا در در root ذخیره میشه. اینا همشان مثلا .coffee, .com, .uk اینا همشان
در روت ذخیره میشه و اینی رو به نام چی یاد میکنن؟ روت زون. درست؟ اینی رو به نام چی یاد میکنن؟ کافی زون. این یک زون علایده است. تمام وبسایت هایی که وب پیج هایی که و یا نام هایی که در پایان دات کافی میان یا در تمام نام هایی که در پایان دات کام میان اونا در کدام زون هستن؟ در دات کام. این که چگونه کار میکنن؟ حالا براتون میگیم. دات اگزمپل اینی همش هم تمامش چی است؟ یک زون است. خب زون فایل و ریسورس ریکارد، ببخشید که من اینجا نباید چی نوشته میکردم، ابریویشن نباید نوشته میشد، اما آر آر چی است؟ ریسورس ریکارد. میخوایم بخی ساده توضیح بدم که ریسورس ریکارد چی است و زون فایل چی است. شما برای هر زون باید یک فایل داشته باشید. مثال میتونم، شما در دیپارتمنت کامپیوتر ساینس وظیفه دارین، یک کتاب دارین. شما دیپارتمنت آی تی دارین، دیپارتمنت سافت ویر انجینیرینگ و انفورمیشن سیستم. حالا برای هر کدام از این دیپارتمنت ها شما یک فایل، یک ورقه از امو کتابتان اختصاص میدید. درست؟ پس ما برای هر زون یک چی داریم؟ یک زون فایل وجود داره. برای هر زون یک زون فایل وجود داره و در داخل هر زون فایل چی وجود داره؟ ریسورس ریکارد وجود داره. مثلا شما در صفحه‌ای که شما به دیپارتمنت آی تی اختصاص دارین، در اونجا چی رو نوشته می‌کنید؟ ریکارد‌های مربوط به دیپارتمنت آی تی رو نوشته می‌کنید. و در صفحه‌ای که شما به سافت ویر انجینیرینگ اختصاص دارین، ریکارد‌های مربوط به سافت ویر انجینیرینگ نوشته می‌کنید. حالا این ریکارد‌ها چگونه است؟ نوع این ریکارد‌ها چی است؟ آیا ریکارد‌های ماشای استاد است؟ آیا ریکارد‌ها از به خاطر نامای استاد است یا ریکاردها نامای محصلین است؟ نوع ریکارد است. درست؟ نوع ریکارد که شما در امور زون فایل ذخیره میکنید فرق میکنه. ما در دیتابیس در دی ان اس هم وقتی یک دیتابیس داریم، در داخل از اون دیتابیس ما زون فایل ها را ذخیره کردیم و هر کدام از زون فایل ها معلومات به مو مربوط به مو زون فایل مربوط به مو زون در خود ذخیره داره. مثلا ما دات کام یک زون است. معلوماتی که مربوط به دات کام جمع‌آوری شده و در جهان وجود داره همش در یک فایل به نام زون فایل ذخیره است و اونمو زون فایل معلومات انواع مختلف ریکاردها داره. یک ریکارد به نام A است. A ریکارد به خاطر ازی است که شما نام یک هاست به آی پیش تبدیل بتین و تنها A اگر بود او مربوط به چی میشه؟ آی پی ورژن 4 میشه. مثلا نام احمد به اینی آی پی تغییر بخوره، اینی رو شما در امو زون فایل نوشته میکنید، ذخیره میشه و هر زمانی که ریکوست میاد امی زون فایل چک میشه که این نام احمد به کدام آدرس تبدیل شده و اینمی آدرس باز برای شما پس دوباره روان میشه. اگر امی ریسورس ریکارد از نوع آی پی ورژن 6 باشه، باز به نام خب نوع ریکاردش چی است؟ 4 دانه A است. NS یک نیم سرور ریکارد است، نوع ریکارد را مشخص میکنند که نیم سرور است، یک authoritative نیم سرور است. authoritative نیم سرور چی است؟ در سلاید های بعدی خوبتر براتون توضیح میشه بتون. مثلا شما facebook.com دارید، بخاطر از اینکه نام فیسبوک به IP تبدیل شود، خود فیسبوک یک جای DNS داره، اونمو authoritative DNS خود فیسبوک است. شما اگر کمپانی باز میکنید، یک ارگانی که شما نامتان با نام راجستر میکنید، اونمو ارگان مسئولیت اینمی مسئولیت NS برای شما میگیره و برای نام کمپانی شما که مثلا یک دوسه دات کام است، یک نیم سرور ریکارد یا NS ریکارد در DNS خودش ایجاد میکنه و هر زمانی که هر کس به اون نام شما را اکسس میخواه بکنه، اونمو ارگانی که شما با اون رجستر کرده اون نام با آی پی شه برش روان میکنه. خب و انواع دیگه ریکارد ها وجود داره. شما روت سرور ما گفتیم DNS یک دیتابیس است که دیستریبیوتد دیتابیس است و روت سرور که امو ریشه اصلی DNS هستن، اینا
13 نمونهش تیوریتیکلی یعنی به شکل تیوری 13 نمونه امی روت سرور وجود داره اما به شکل عملی این 13 نمونه نیست بیش از 500 و چند نمونه است که در نکات مختلف جهان این توزیع شده وقتی شما یک ریکوست روان میکنین به نزدیکترین روت سرور ریکوست شما میره به کجا میره؟ به نزدیکترین روت سرور ریکوست شما میره خب ریزولوشن پروسس چگونه امی ریزولوشن یعنی چگونه نام با آی پی و آی پی به نام تبدیل میشه وقتی شما ریکوست روان میکنین و در ریکرسیو نیم سرور میای ریکوست شما مثلا شما ریکوست روان میکنین که برای ما google.com باز کن یا google.com امی وقتی شما در وب پیجتون google.com نوشته میکنین میخواین که صفحه گوگل از طلبات google.com استفاده کنین اما تا زمانی که اینمی نام با آی پی تبدیل نشه و پس دوباره آی پیش برای شما نبیاید شما نمیتونین از خدمات گوگل استفاده کنید پس پروسس ریزولوشن چگونه اتفاق میفته که نام اول میره به کجا؟ بر روت سرور میره اما ریکوست و درخواست شما از طرف ریکرسیو نیم سرور به کجا میره؟ بر روت سرور میره روت سرور چی میگه؟ میگه من google.com نمیشناسم اما دات کام هم میشناسم کی رو میشناسم؟ گوگل دات کام رو نمیشناسم اما دات کام هم میشناسم سعی کنیم وقتی ریکوست شما به روت آمد اول به روت ریکوست شما میه روت میگه در جواب ریکوست میگه که من www.example.com رو نمیشناسم اما خود دات کام هم میشناسم که کجا هست برای شما آدرس کی رو میده؟ .com در مرحله دوم اما ریکرسیو نیم سرور که مسئولیت ریکوست شما را داره که باید برای شما جواب نام پیدا بکنه میره به GTLD اینجا GTLD را میبینید درست؟ Generic Top Level Domain که او .com است به .com مراجعه میکنه میگه من آدرس www.example.com نیاز دارم درست؟ و .com چی میگه برش؟ که من یک ریکارد دارم که www.example.com من نمیشناسم اما ns.example.com راجستر شده آدرس از او را برد میتونم و امی ریکوست از طرف ریکرسیو سرور شما باز ارسال میشه به خود example.com example.com اما آی پی آدرس ها پس در جواب ریکوست شما بر ریکرسیو بر شما بر ریکرسیو نیم سرور روان میکنه و ریکرسیو نیم سرور بر ریکرسیو نیم سرور روان میکنه و این ریکرسیو نیم سرور ریکوست شما را پس دوباره به دیوایس تان روان میکنه اینمی مراحل نیم ریزولوشن است اول بر روت سرور میره ریکوست روت سرور ریکوست شما را راجع میکنه به جنریک تاپ لول دومین به تاپ لول دومین روان میکنه و تاپ لول دومین ریکوست شما را روان میکنه به سیکند تاپ لول سیکند لول یا سیکند لول نود بر از او درخواست شما را روان میکنه تا ای که شما آی پی آدرس پیدا میکنین وقتی آی پی آدرس پیدا شد وظیفه دی ان اس گفتیم چی است تبدیل کردن آی پی به آدرس و نام به آی پی وقتی که آدرسش پیدا کرد باز به مو آدرس درخواست روان میکنه درست؟ تا وقتی که آدرس پیدا نکنه نمیتونه درخواست روان کنه پس دی ان اس حتمی است که یکی از منابع بسیار مهم اینترنت است اما یک چیزی ما گفتیم به نام کیشینگ داریم خب امی پروسس به نظر شما هر زمان اگر اتفاق بفته زمانگیر نیست؟ هر زمانی که من گوگل باز کنم می ریکوست بره به روت باز بره به دات کام باز بره به گوگل باز گوگل به من آی پی خود روان کنه و آی پیش باز به نام تبدیل شود برای ما وقت گیر است باز یک چیز ایجاد کردن چیزی به نام کیش سرور ایجاد شده کیش سرور وظیفش چی است که وقتی شما یک وب پیج اکسس میکنین او را اما آدرسش در حافظه خود میگیره شما وقتی یک بار اکسس کردین و امی مراحل را طی کرد بار دیگه اگر اکسس میکنین ریکوست شما به روت لول و به جی تی ال دی یا جنریک تاپ لول دومین نمیاد ریکوست شما به مستقیم
به مو ریکارد میره که در کی سرور چی است؟ ذخیره است و بر شما آی پی به زودترین وقت داده میشه و باعث میشه که وقت شما زیاد ضایع نشه. در قسمت DNS request وقت اکسسش چی باشد؟ سریع باشد. یک چیز دیگه هم نامه روی DNS abuse. خب بحث DNS چیزی که من برای شما تشریح کردم بسیار ساده و بیسیک است. DNS یکی از مهمترین منابع اینترنت است و کارش بسیار مغلق است. کارش به این آسانی که من تشریح کردیم کارش امی قسم است، اما به این سادگی و آسانی نیست. مراحل زیاد دیگه در جریان امی پروسس اتفاق میفته که بالای اهمیت DNS بالا میبره و در اینترنت ما میفهمیم که اگر امی DNS نباشه فکر کنین اینترنت نیست، ما نمیتونیم وب پیجا را به آی پی اکسس کنیم. بخاطر چی؟ بخاطر که امکان تغییر دادن امو آدرس ها وجود داره. هر کس میتونه اون آدرس آی پی شه. کسایی که از بخش تکنیکی هستن اینجا میفهمند که آی پی آدرس میتونه متفاوت باشه. یک روز مثلا آی پی خود یک چیز مانیم، فردا میشه و آی پی رو تغییر بدیم آدرس متفاوت بود. DNS abuse یا سوء استفاده از DNS یک بحث بسیار کلان در خود اینترنت است که چگونه مخربین یا کسایی که به دیگران ضرر میرسانند از فرصت هایی که در اینترنت وجود داره استفاده میکنن و یکی از فرصت ها و منابعی که DNS است از این استفاده میشه و باعث ضرر رساندن به مردم، به شرکت ها و به کمپانی ها و به تجارت ها میشه. این همش تحت DNS abuse میاد. خب یک مثال از DNS abuse در آخر من بر شما توضیح میتم. این میتونه به شکل malicious conduct باشه که بتونه ضرر برسانه. Misuses of DNS infrastructure، مثلا شما DNS سرور دارین اونمو DNS سرورتان خراب میکنه یک نفر، یا خود پروتکل DNS صدمه میرسانه به تحت حملات سایبری. خود infrastructure DNS اگر قرار بگیره DNS abuse است، یا معلومات شما را corrupt میکنه، معلوماتی که در داخل زون فایل ها وجود داره اینا را تغییر میاره یا خراب میکنه. اینا همش تحت malicious conduct و یک نوعی از DNS abuse است. همچنان ما مثلا domain name abuse های دیگه مثل phishing و malware و scams و اینا داریم که نمونه phishingش مثلا ایست که شما facebook.com باز میکنین اما یک نفر خود تقلبی مثل صفحه فیسبوک صفحهش جور کرده و بر شما خود تقلبی فیسبوک معرفی میکنه. وقتی شما یوزرنیم و آی پی تان اوجا ببخشید یوزرنیم و پسورد تان نوشته میکنید، اما معلومات تان پسورد تان دوزی میکنه و بعدش خودش میره به فیسبوک و به اکانت شما دسترسی پیدا میکنه. یا شما یک تجارت دارین، یک نفر ام وب پیج شما را دزدی میکنه، عین وب پیج شما برای خود وب پیج میسازه و خدمات تقلب میکنه. اما سرویسی که مثلا شما به مردم ارائه میکنین او عین سرویس یا خرابترش یا خوبترش بر دیگرای فراهم میکنه که باعث میشه تجارت شما خراب شد. کیش پایزنین یکی از نمونه های امی DNS abuse است. ما گفتیم که کیش سرور وظیفش چی است؟ وقتی یک بار ریکوست به روت سرور رفت، به GTLD رفت، او را ذخیره میکنه، درست؟ حالا در کیش سرور آدرس ذخیره است، اما یک نفر میاید امی کیش سرور را اکسس میکنه و موفایل آدرسی که در کیش سرور ذخیره است او آدرسش چی میتر؟ تغییر میره. وقتی شما با کیش دوباره امو ریکوست را اکسس میخواین بکنید به کیش سرور، وقتی میره کیش سرور بر شما آدرس را که میتر آدرس حقیقی نیست، آدرس امو چیزی را که شما اکسس میخواستین بکنید او آدرس نیست، بلکه آدرس یک کمپانی تقلبی یا یک صفحه تقلبی است. این کیش پایزنینگ است که انجام میشه. خب نیفون ساعت چند است و چقدر دیگه ما وقت داریم؟ 9:40
یک 5 دقیقه هم وقت میگیریم بعدش پیش میریم باز بخیر به سوالای شما. نهادی که مسئولیت کنترل و کوآپریشن در قسمت نامها و آی‌پی را داره، این نهاد به نام آیکن یاد میشه. آیکن وظیفه‌اش خب نامش اینترنت کارپوریت فور اساینڈ نیمز اند نمبر کارپوریشن فور اساینڈ نیمز اند نمبر است. نامها که یعنی دومین نیم ها است و نمبرها که آی پی آدرس ها است، اینا را این منیج میکنه. در موردی که آیکن چه قسم ایجاد شد، از کجا شروع شد، من بحث نمی کنم، تاریخچه زیاد تاریخ خوشم نمیاد، اما شما میتونید در اینترنت چی کنید، جستجو کنید که آیکن از کجا کار شروع کرد، چگونه این مسئولیت را به عهده گرفت. آیکن چند نوع، چند کاتگوری از چی داره؟ یعنی نام ها را که شما در فیسبوک، در اینترنت دسترسی پیدا میکنین و با اکسس میکنین، به چند کاتگوری تقسیم کرده. یک نوعش برام جنریک تاپ لول دومینا یاد میشه. این جنریک تاپ لول دومینا مثلا .com است، .edu، .org، اینا در جنریک تاپ لول دومینا میه. و همچنان .af که مربوط به چی میشه؟ Country Code Top Level Domain. اونجا یک کامیونیتی وجود داره در آیکن که روی Top Level Domain که مربوط به کشورها میشه. شما .af دارین که مربوط به کجا میشه؟ افغانستان. Top Level Domain است که مربوط به افغانستان میشه، یا .in است که مربوط به هندوستان میشه، یا .ir است مربوط به ایران، و .pk مربوط به پاکستان. مقسم اکثر کشورها یک Country Code Top Level Domain داره که مسئولیتش و بحث منیجمنتش و همه بحثایش در آیکن صورت میگیره و وجود کامیونیتی به نام CCTLD وجود داره. کامیونیتی دیگه وجود داره به نام اتلارج و NCSG در داخل آیکن که اینا یوزرها را ریپرزنت میکنن. ما و شما باعث مثلا من یک شرکت دارم، شرکت من در قسمت دومین نیمش یک مشکل وجود نداشته باشه، اینمی مشکل من چگونه از طریق ارگان‌های رسمی با آیکن برسانم، آیکن مسئولیت شده، درست؟ و ارگان‌ها همی اتلارج و NCSG هستن که اینا همشان کار میکنن یک جای و یک community driven approach استفاده میکنن بخاطر از اینکه مشکلات حل بکنن. و مثال از اون که چگونه حل میشه انشاءالله در سشن‌های بعدی که ما رول پلی داریم در اونجا شما هم میفهمید. ما یک بحث دیگه در اینترنت داریم به نام internationalized domain names. Internationalized Domain Names نام هایی است که به اسکریپت های هر کشور است. خب مثلا ما زبان عربی داریم یا ما زبان روسی داریم، اسکریپت زبان روسی و زبان عربی از انگلیسی متفاوت است، درست؟ همین که قبول داریم. منظور ما از اسکریپت کاراکترهایش است. مثلا ما در عربی الف ب ت س داریم، در انگلیسی ای بی سی داریم، درست؟ ما اگر facebook.com به عربی نوشته کنم ف یا سین ب و کا facebook.com الف میم .com، آیا من هنوز هم میتونم که فیسبوک رو باز کنم؟ نمیتونم، درست؟ خب امی کاری که در اینترنت وجود داره، یعنی تمام دومین نیم ها به انگلیسی است و اسکریپتی که باید پیروی بکنن ای باید کاراکترهای انگلیسی باشه تنها. اینترنشنالایز دومین نیم آمد ادعا کرد که نه، این کار باعث شده که بعضی مردم به اینترنت کمتر اکسس داشته باشن. منظور اونایی بود که کسایی که انگلیسی یاد نداره نمیتونه اینترنت اکسس کنه، به خاطر که همه چیزی که به منابع و همه چیز اصلی اینترنت که هست به زبان انگلیسی است. خب یک نفر شاید نتونه facebook.com به انگلیسی نوشته کنه، اما میتونه به فارسی نوشته کنه. خب شما چی کنین؟ شما بیاین اینمی زبان های امی اسکریپت هایی که فعلا در جهان وجود داره اینا را استانداردایز کنین، استاندارد جور کنین برش، و بعدش اینمی استاندارد هر کس بتونه. مثلا حالا من اگر به احمد از gmail.com روان میکنم به انگلیسی، اگر من به فارسی هم نوشته کنم احمد به gmail.com به احمد برسه ایمیل، کدام مشکلی در این قسمت نباشه و باعث نشه که مردم به اینترنت به خاطر بریرهایی که در قسمت زبان وجود داره به اینترنت دسترسی نداشته باشه.
و نهادی که روی ازی کار میکنه اینترنشنالایزد دومین نیم است که وظیفه‌اش استاندارد ساختن انی زبان‌های متفاوت جهان است. مجایی که میفهم بعضی مسئولینی که از زبان‌های مختلف ایجا از دپارتمنت زبان و ادبیات گفتن هستن ایجا هستن. اهمیت خب ما وقتی که اینترنت گاورننس را تشکیل میکنیم جنبه های اقتصادیش، جنبه های حقوقی، جنبه های همه مواردش را بحث میکنیم. اینا را شما خود پیدا کنید که کدام قسمت اینمی اینترنت مربوط من میشه و من کجا میتونم کار کنم. معلومات اگر میخواستین ما در خدمت هستیم و اینترنت خودش میتونین شما معلومات کافی باز در اون مورد برسید. خب ICANN چگونه اینمی کارها را سرویسز برای مشتریاش و برای یوزرهایش انجام میده؟ برای ما و شما ICANN چگونه اینمی خدمات ارائه میکنه؟ از طریق رجستری ها ICANN چی کرده؟ تمام جهان به چند بخش تقسیم کرده و وظیفه هر بخشش را به یک ارگان داده، او به نام رجستری میشه و اون رجستری وظیفه ارائه دومین نیم ها را، خدمات دومین نیم و بیشتر آی پی آدرس ها را در امو ریجن یا در امو ساحه داره که اپنیک است، ایشیا پاسیفیک، لکنیک است، از لاتین امریکا و افرنیک است یا از افریقا هستند. اما قسم پنج دانه است که ما سه دانه شیجا نمونه هم نوشته کردیم. ما در افغانستان تمام آی پی آدرس ها و تمام خدماتی که مربوط به اینترنت و آی پی آدرس ها میشه، اگر شما آی اس پی ها مراجعه کنین، اینترنت سرویس پرووایدر ها که آی گلوبال یک نمونه ایش ما داریم همراه خود، اینا آی پی آدرس ها را از کجا میگیرن؟ از نهادی میگیرن به نام اپنیک که این نهاد روی آی پی آدرس ها در ایشیا پاسیفیک کار میکنن و افغانستان هم مربوط به این نهاد میشه که آی پی آدرس های ما همش به از طرف امین نهاد توزیع میشه. تشکر. اگر سوال هست میشه پرسان کنیم که بخیر سشن بعدی هم آماده است. ببخشین سر یعنی سرورای دینیس به صحبت کنیم که در کدام کشور ها هست و بازمس هم کشور افغانستان در دومین هم مثل دات ایف هست این کجا قرار بادی چی تو که پی میشه باز پیش به کجا میره مثلا همی چیزایش. تشکر. رود سرورا ببخشین بعضی تاپ لیوز دومین هست قیمت می باشه بعضی ارزان می باشه اما در باره کمرشل هم همی هم کمی خب رود سرورا گفتیم 13 رود سرور است اما این نمونه هایش در کشورهای مختلف است. شما ما دقیق باید ندارم که این در کدام کشور است، نامه کشورهایش بایدم نیست، شما در اینترنت میتونید سرچ کنید. اما در قسمت رجستریشن گفتیم که دات ایف است، این در کجا است؟ خب دات ایف عمود کانتری کد تاپ لول دومین است که مربوط به کشور ما شما میشه. ای از خود یک زون فایل داره و در داخل زون فایل .af تمام وبسایت هایی که به .af یا تمام دومین نیم هایی که در .af رجستر است ذخیره است. این فایل در خود دیتا سرور یا دیتا سنتر وزارت مخابرات است که ما اونجا DNS دارن برای .af اونجا ریکاردش ذخیره شده. همش وقتی شما هر کسی اکسس میکنه اونجا ریکارد جواب داده میشه. در قسمت یکی که چرا نام ها یکیش قیمت است یکیش ارزان است، نظر به اهمیت نام است. درست نظر به اهمیت، مثلا شاید شما اگر یک وبسایت به دات کام رجیستر کنین یک اندازه ارزان تر باشه، اگر یک وبسایت به دات آرگ رجیستر میکنین یک اندازه شاید قیمت تر باشه. این نظر به نام است و هر ارگانیزیشنی که شما رجیستر میکنین توسط از اون نام با او هم ارتباط داره که چی نوع خدمات برای شما ارائه میکنه، با او ارائه خدماتش و همه سهولت هایی که برای شما فراهم میکنه، راجستریشن برای چند سال است، اینا همش تاثیر داره روی قیمت که قیمت ها میتونه متفاوت باشه. نفر پسر. خب تشکر از شما. خب سوال شما شون در قسمت کشینگ شما گفتیم مثلا باید بدیگ ما یک ویبسایت یک دفعه وقتی شروع میکنیم تو کش میشه به خاطر اینکه دفعه بعدی رفته که شروع میکنیم و اینش بعد از اون مخصوصت میکنم این پروسیجر کشین چه خصوم صورت میکنم به خاطر اینکه ما یک استاندرد هم داخل میتابیت داریم بزنیم این دیکسین
بخاطر از اینکه بعضی کلام ها ما زیاد دوده داره اونها ایندکس میکنیم که ما دسترسی باید کنیم هش اما ما یک تیبه در بیاییم کل اگه کلام ها زیاد ایندکس بسازیم فرده میشه که کل دیتا بیاید داخل کش پس دوباره ما اکسس میکنیم این زمان رو بگیریم که ما داخل کنیم این دیتا بس میکنیم آیا هم کشینگ به داخل از این کش سرور چه سفرد میگیره آیا ما کل ویبسایت هایی که ما سرور میکنیم همه دو کش میشه خود کش سرور از خود یک ظرفیت مشخص داره که امو تعداد مشخص وبسایت ها به نظر به ظرفیتش میتونم وبسایت ها را بر شما کش کنه ذخیره کنه اما طبیعی است که وقتی کش سرور میگیم تمام وبسایت های ریکارد هایی که در اونجا ذخیره میشه به دائم اونجا نیست و موقتا میتونه به یک وقت میاد مشخص باشه ای که چگونه کیش سرور کار میکنه و چگونه این ریکارد ها ذخیره میشه یک بحث تکنیکی است من منابعی دارم که انشالله در اختیارتان قرار میتونم به این که شمس صاحب گفت وقت کم از دو دقیقه مانده من انشالله حتمی اما منابعی را در اختیارتان قرار میتونم و میشه که من پستم بکنم که همگی از او استفاده بکنن در ارتباط به کیش سرور است زیاد هم پیچیده نیست انشالله کمکتان میکنم شما هم سوال داشتین میشه در یک دقیقه اگر سوال شما هم جواب داده شد خوب شما نمیست که اگر یک ذره از معلومات DNS spoofing اگر مقصدتان DNS abuse DNS spoofing هست یا دقیقه بله DNS spoofing یک نوعی از DNS abuse هست و دیگه سوال را اگر ریسورس ریکارد دینی چی کسی ریکارد را نکره میشن کاش من میتونستم نمونای ریسورس ریکارد را نشان بکنم ریسورس ریکارد شما یک کتاب در نظر بگیرین در کتاب وقتی نام نوشته میکنین پیش از اینکه نام نوشته کنین در بالای نام چی نوشته میکنین پیش از اینکه احمد نوشته کنین در بالا نوشته میکنین نیم چرا نیم نوشته میکنین به خاطر اینکه برای شما مشخص شود که در پایان آنچه که نوشته میکنین چی است نام است پس ریسورس ریکارد ها اینمی ریکارد ها هستن اما انواعش مختلف است مثلا اگر شما ریسورس ریکارد بر نام دارین در بالا نام نوشته میکنین او یک ریسورس ریکارد است که نام ذخیره میکنه اگر شما ریسورس ریکارد به خاطر آدرس داریم در بالا چی نوشته میکنین آدرس باز نوع ریسورس ریکارد شما چی میشه آدرس میشه و برای شما در پایان از او باز شما نوشته میکنین آدرس ها اینی ریسورس ریکارد هاست که در هر فایل شما در زون فایل ها دارین و انواعش مختلف است که شما چند نمونه شو دیدید شن در بخش DNS abuse گفتین پایزنینگ گفتین خودی کش پایزنینگ میشه یا کسی بریزولار که لو کده در کمپیوتر از کش کش این بکان دار کش سرور کش سرور گلوبال است در چی خونه سرور کش سرور میتونه چند جای باشه به نظرم اگه سوال ماندم میشه بعد از سشن میشه به جریان تیبریک هم میشه صحبت کنم